سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه پارت دیگه از آموزش بلندر. تو این پارت من میخوام یه مدل سمودی ماشین بیارم و اون رو ریک کنم. خب توی پارت قبلی من ادعان ترانسپورتیشن رو گفتم که ماشینای مختلف آماده داره اینجا، اینو بهتون توضیح دادم. اینجا من میخوام یه دونه آبجکت سمودی بیارم و خب خام هستش و ریک هم نشده، میخوایم روش کار کنیم. خب برای وارد کردن آبجکت سمودی من از قسمت فایل از روی ایمپورت، اون پسفندی که داره برای من حالا FX هستش، رو آبجکت سبودی رو من وارد میکنم. خب روی این من کلیک میکنم و ایمپورت FX رو میتونم بزنم و میبینیم که این ماشین وارد صحنه بلندر میشه. خب از اینجا من میتونم وارد رندر ویو بشم و اینجا حالا یه HDRI هم بهش بدم. خب اصلا قبل از اینکه بریم سراغ ریگش، خب من یه خورده اینو باید تنظیم کنم. مثلا این شیشه هاشو باید اوکی کنم. خب از قسمت متریال ها میام پایین اینجا، خب میتونم همین، البته خب نمیشه، گلس رو همین رو میتونم اصلا حذف کنم. خب یا اینکه رو همون هم میتونم ادیت بزنم. خب یه نیو متریال حالا بزنم اینجا، چون شیشه هستش خب ترانسمیشن رو تا آخر میبریم که اون حالت شیشه ای رو به ما بده و از اینجا هم ما رافنسش هم باید کم کنیم. خب البته ما الان روی موتور رندر ایوی، من اینو میذارم روی سایکل، اینو هم روی جی پی یو و همونطور که میبینید اون حالت شیشه ایش رو به ما میده. میبینید داخل ماشین هم کاملا معلوم هستش. همین رو برای آینه های بغلش هم من باید اعمال کنم و اینجا حالا دیگه اینو من حذف نمی کنم. از اینجا همین ترانسمیشن رو میبرم بالا. میبینید این آبجکتی که من آوردم یا مدل آماده است، ولی خب خیلی ایرادات داره. مثلا همین الان این متالیکش تا آخر پر بود برای همین شیشه آینش، در صورتی که اصلا اینجا نباید اصلا متالیک باشه. خب بعد رافنسش هم که میاریم پایین، از اینجا بدنش هم متالیکش خب درسته. از اینجا یه خورده رافنسش رو میاریم روی نیم، این رو هم میتونیم روی نیم بذاریم. خب من برای چراغای جلوش من H رو از روی کیبورد میزنم. او من راست اینو فعال نکردم، این شورتکات رو که شما از اینجا راحت ببینید. خب من اشو میزنم که هایک بشه. خب به طور موقت این هایک میشه و از اینجا هم رافنسشو میارم پایین، این رو هم تا اینجا. خب alt h رو میزنم که این برگرده. خب برای خود شیشه هم این ترانسمیشن رو میبریم بالا، متالیکش رو کم میکنیم، اینم که پایین میاریم، اینم تا وسط، اینم برای شیشه های جلوش. بعد مشکلاتی که حالا داشت من خودم قبلا حالا چک کرده بودم، این هم البته نه، این بذارید اینجا حالا باشه، خیلی مهم نیست چون قراره میخورد برق بزنه، شفافیت خودشو داره. اینجا هم رفتنش بازی خوری برم پایین، اینم تا اینجا. مثلا ببینید برای قسمت قالپاقش نگاه کنید، متالیکش تا آخر اصلا رفته بود، اینجوری خیلی بهتره. خب بعد قسمت چرخ هم همینطور، چرخی دیگه متالیک نداره که، و این رو هم تنظیم میکنم. خب برای داخل هم من H رو میذارم که این هایت بشه. از اینجا هم بیاید باز به این متالیک رو گذاشته که نباید باشه. اینا تنظیمات شیدر هست دیگه، اون تکسچرهای داخلش رو باید درست کنیم. Alt H رو میزنم این برگرده. خب دیگه چه مشکلی داره؟ برف بکنیم اینش چی؟ اینش هم که آه برای این اوکیه این. خب این هم متالیک پلاکش هست. خب فکر میکنم دیگه اوکی باشه، همه رو اوکی کردیم. حالا میریم برای ریگ و انیمیتش. خب خب ببینید برای ریک کردن ماشین، خب چهار تا چرخی که ماشین داره اون نامگذاریش خیلی خیلی مهمه. یعنی شما یه اشتباه کنید کل عملیات ریک بندی اتومبیل اصلا جواب دیگه نمیده. خب اون نامگذاریشون خیلی مهمه. خب اما از این قسمت اینجا رو خیلی خوب دقت کنید. اینجا ببینید من تمام بادی ها رو یکی باید کنم، یعنی بدنه و اینا رو همه رو من تو یک دسته باید بیارم. اول خواهی این کمره رو حذف کنم، اینجا چیز اضافه رو من پاک کنم، لایت رو حذف کنم.
اینا تایرای من هست، همون لاستیک و چرخ و اینا. خب به اینا فعلا من کاری ندارم. ببینید من بقیه رو همه رو من روش کلیک میکنم اینجا. خب از روی کیبورد کنترل جی رو میزنم و همه رو جوین میکنم. ببین همش میشه یا آبجکت. مش هاش هستا، مش هاشو باز میتونم تغییر بدم ولی همه شده یا آبجکت. اینه اگه من برم بالا ببینید این شده یک آبجکت. این برای این هستش که موقع ریگ بندی، خب وقتی ایریگ بشه این بدنه که تکون میخوره اون تشخیصش بده. خب من اینو میارم پایین. خب اسم اینو میذارم من بذارید کار 206 نقطه بادی. ببینید خیلی مهمه کار 206 نقطه بادی. خب و اما برای تایرها ببینید این تایری که اینجا هستش اینو نامگذاری میکنم. خب دقیقا همین رو شما باید نامگذاری کنید. خب ویل نقطه FT left. ویل FT FT میشه فرانت، left هم میشه چپ. خب این چپ هستش، رایتش که این چرخ راستیه باید بذاریمش رایت. برای این یکی ببینم ده هم بر همه. خب من اول روی این یکی من میزنم، این یکی هم من اسمشو میذارم ویه نقطه افتی رایت، این یکی ویه نقطه بک رایت. ببینید این میشه بک، البته من ویل رو اشتباه نوشتم ویل، و این یکی هم بک لفت. ببینید لفت اند رایت رو شما باید کاملا درست بنویسید که اون هوش مصنوعی درست تشخیص بده. خب من روی بدنه کلیک میکنم. ببینید این نقطه که این وسط هستش، خب این بهتره ما بیاریم توی قسمت اینتریور کرسری که این پایین هستش. خب پس اینجا من از قسمت آبجکت من میتونم از قسمت ست اورجین این رو بیارم اورجین تو 3D کرسر، این بیاد اینجا قرار بگیره و چرخاشم که 3D کرسر توی مرکزش هست و درست هست، این نیازی به تغییر نیست. اگه نبود شما از قسمت آبجکت از قسمت ست اورجین اورجین تو جیومتری میارید. یعنی مثلا اگه این نقطه یه جای دیگه بود شما این رو میزنید و اون نقطه میاد توی مرکز سقل اون قسمت. خب اما برای ریگ بندیش هم من از روی ادیت ببینید اینجا یه ادانی هستش که به اسم ریگینگ ریگاکار. خب این رو اینجوری نصب میکنید و تیکش هم براتون فعال میشه. خب من A رو از روی کیبورد میزنم که کل آبجکت انتخاب بشه. خب شیفت A رو میزنم و از قسمت آرمیچر این قسمت کار رو میزنم. خب حالا N رو من میزنم و میرم و این ریگاکار رو پیدا میکنم، روی این میزنم و جنریت رو میزنم. خب این خودش اتوماتیک برامون عملیات رو انجام میده. یه نکته یکم که باید دقت کنید اینه که ببینید من نامپد 3 رو از روی کیبورد میزنم. خب این جهت ماشین باید دقیقا به همین سمت باشه. خب یعنی باید دقیقا به همین سمت باشه، یعنی شما نامپد 3 رو که میزنید فرانتش این بر. این خیلی مهمه، اگه ماشینتون به سمت مخالف باشه اصلا این عملیات ریگبندی رو انجام نمیده. پس به این نکته خیلی خوب دقت کنید. خب من روی این فلش ها میتونم بزنم، البته خب این روی پوز مود هست، اگر روی پوز مود نبود روی این فلش ها شما میزنید و این پوز مود رو انتخاب میکنید. ببینید الان من اینو میتونم، ببینید الان این برامو کاملا ریگ شده و از قسمت جلو من میتونم چرخش رو تغییر بدم و از اینجا هم میتونم اون کلیت حرکت ماشین. میبینید چرخش البته الان تکون نمیخوره، اینجا اون تیکه این ویلز آن رو میزنید، الان که من حرکتش بدم چرخش هم تکون میخوره. پس به این نکته دقت کنید. قسمت پشت هم برای دریفت کشیدن هست و همین رو شما پیش ببرید این حرکت میکنه. خب مثلا اگه شما این رو تا یه مسافتی میارید و از این قسمت این رو یه خورده میارید پایین این میشه ترمزش. خب یه خورده میبرید سمت جلو، یعنی سمت جلو پایین میشه ترمزش. البته الان من یه انیمیشن انجام میدم شما ببینید. خب ببینید من اینجا یه کی فریم میذارم. خب از اینجا تا مثلا تا 100 یه ذره میارمش جلو تا اینجا، الان برمیگرده
من پلیش کنم ببینید مثلا به اینجا که میرسه، اینجا من یه حرکت ریزی هم بهش میدم. خب به محضی که به اینجا رسید اینو تا اینجا میارمش جلو و دوباره میبرمش عقب. خب اتفاقی که میفته اینه، ببینید نتیجهش میشه این. یه لحظه من از اینجا من این دینویزم بزنم، این میشه این. دیدید این حالت ترمز رو برای ما ایجاد میکنه. یه بار دیگه ببینید. اما من میخوام برای انیمیشنش خب یه دونه مسیر تعیین کنم که طبق اون مسیر پیش بره. خب من میتونم وارد نمای تاپ بشم، اینجا هفت رو از نامپد هفت رو من میزنم، شیفت ای رو میزنم. بچه ها اینجا رو خیلی خوب دقت کنید. خب الان روی پوز بادم نمید باشم کجا رفتش. خب هفت میزنم، اینجا شیفت ای رو میزنم، از قسمت کرف پت رو میارم، پت همون میشه راه. آر زد 90 رو من میزنم که بیاد اینجا، تب رو من میزنم، از اینجا من میتونم جی رو بزنم و البته من میتونم ای رو بزنم که اکسترود کنه. خب این رو من یه مسیر براش تعیین میکنم مثلا به این شکل و از اینجا میتونم جی رو بگیرم و اینو بیارمش تا اینجا، دوباره جی، اینم تا اینجا. خب من میتونم یه همچین مسیر رو بهش بدم، همینجا تا همینقدر کافی هستش. خب روی این فلشه من میزنم و از این قسمت که میشه Add Object Constraint، خب اینجا من Follow Path رو میزنم. خب تارگت رو من میذارم روی همین این پتری که ما کشیدیم. خب کجا رفتش؟ اومده اینجا. خب به طور پیش‌فرض روی Y هستش این تیک Fixed Position و Follow Curve رو شما حتما باید بزنید اینجا. خب اگه من بیام منفی Y رو بزنم، خب جهتش کاملا برعکسش، یعنی اگه وای رو بزنم که به اون سمت میره، منفی وای رو بزنم به این سمت میره. خب فرق نمیکنه، البته من بخوام مثلا از اون ور به این ور بیاد، این آفست فاکتور رو به هر جایی که ببرم مسیرش برای من تعیین میشه. خب الان من اینجا یکی فریم میدم به این، خب که روی اینجا قرار داره، مثلا تا فریم 100 که میاد این بیاد تا انتهاش. خب الان کی فریم هم که بهش دادم و میبینید دقیقا روی اون مسیر برای ما حرکت میکنه. اگه خیلی سریعه من میتونم این دامنه و بازه کی فریمش رو تغییر بدم. یعنی این رو ببرم تا مثلا تا 200 ببرم و یه همچین حالتی بهتر. البته یه خورم باز کن شد، میتونم تا 150 بیارمش. و حالا من میخوام بهش یه دونه زمینم بهش بدم. خب شیفت ای رو میزنم، از قسمت مرش یه دونه پلن وارد میکنم. خب اینو یه خورم من بزرگش میکنم و از محور وای اینو یه خورده میکشمش. از قسمت مادیفایر ها اینجا بهش کرو رو اعمال میکنم. خب و از همینجا هم همین نیربز پث رو بهش میدم. البته بچه ها اینجا ما حتما باید بهش ساب دیوایت رو اعمال کنیم. خب کنترل آی میتونم بهش بدم و با اسکرول موس چند تا بهش ساب دیوایت بدم، اینجوری میکشم روش اعمال میکنم و میتونم همینجا باز راست کلیک کنم و چند تا ساب دیوایت بهش بدم. خب این خیلی مهمه چون که الان من میخوام روی این بزنم، این درست تشخیصش بده و حالا اینو میزنم و همطور که میبینید دقیقا روی همین اکسس ایکس برای ما میاد. اینه فقط باید یه خورده تنظیمش کنیم که دقیقا روش بیفته، یعنی چیز خاصی نداره، خیلی راحت ما میارمش اینجا. میتونم باز یه خورده پهن‌ترش کنم، میتونم به این یه تکسچری هم بدم، میتونم بهش یه تکسچر آسفالت بدم. خب روی نیو متریال میزنم، من اینجا یه تکسچر آسفالت آماده دارم. خب حالا همین رو من روش اعمال میکنم اینجا، بذار من وارد اینجا بشم، این آل بده رو من میدم به این، یه کنترل ای رو هم میزنم که بعد روش تنظیمات
خب اینجا این باید تنظیم بشه، تنظیم نیستش. من از اینجا اونم میخورده روتیشن اینا شو باید اوکی کنم. خب خب از قسمت روتیشن من این رو تا 100 میبرمش و از اینجا اگه بهش 4 بدم و اینم 4 سه چی؟ هزار. آره این درست شد. این الان من تنظیم میکنم و تا همینجا اوکی میشه. میتونم از اینجا هم اون رافنسش هم میتونم که حالت یه زمین خیسی رو بده، رافتش که بیارد پایین یه همچین افکتی رو به ما میده. خب من اینو البته قبلا هم بهتون توضیح دادم که قرار من توی یه ویدیوی جدا راجع به همین ادعان درخت و اینو هم توضیح بهتون بدم. حتما اینجا من میتونم بهش درخت و اینو هم اضافه کنم به کنار جاده. اینم از نتیجه کلی کار. البته ببینید اینجا یه کاری که باید انجام بدیم اینه که این خب چرخا که چرخا رو دیگه خودمون باید دستی انجام بدیم. خب برای این چرخاش هم من وارد پوز مود میشم اینجا. نشود پوز مود. خب اینجا من یه کی فریم بهش میدم. خب تا اینجا که میچرخه یه خورده چرخا میاد به این سمت تا اینجا که میاد اوکی میشه تا این ور و از اینجا به بعد هم یه خورده به این سمت بعد یه خورده میاد جلوتر اینجا که میرسه باز چرخه اوکی میشه و راه مستقیمش رو میاد و میتونم البته حتی اون قسمت بدنش هم اینجا رو میبینید اینجا رو هم اوکی کنم. خب مثلا به این لبه تا اینجا که میاد یه خورده این میاد به این سمت. البته خب سرعت بالایی نداره واقعا اینقدر قرار نیست اینقدر تاپ بخوره. خب ولی حالا ما میذاریم که شما ببینید این تا اینجا مثلا میاد و اینجا که میاد دیگه جوری ریسیت میشه. پس این هم میشه نتیجه کلیش. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، به کانالم سر بزنید و توی قسمت کامنت نظراتتون رو واسه هم بنویسید. تا یه ویدیوی دیگه میبینمتون.